تعریف شد شاخص سبب ساعت آموزش بود که بر اساس استراتژی سمت 90 که ما در سال 1390 باید به 35 ساعت آموزش برسیم، در سال 1987 باید به سبب 31 ساعت و نیم که بالغ بر 190 هزار نفر ساعت آموزشی ما پوشش بدیم تو برنامه کاری واحد آموزش قرار گرفت و بر اساس اون نیازسنجی آموزشی در پایان هر سال انجام میشه و بر اساس اون میام تقویم آموزشی ها رو تهیه میکنیم و از همه تقویم آموزشی و برنامه تعلیم شده برنامه آموزشی به اجرا در میشه. در بعض درس اساسی اسلام سیستم اسلام 115 ما همونجوری شما عزیزان مستظر هستید در سال گذشته موفق به دریافت تاییدیه استاندارد 115 شدیم، ولی برای امسال نیاز بود چون ما سال گذشته پایلوتمون پایلوت سالن نیسان بود، نیسان و ماکسیمومون بود، برای این اساس ما این گواهینامه رو به ما دادن منوط به اینکه در سال 1387 در کل سازمان استانداردهای کلیه مشاغل و پست‌های سازمانی تهیه بشه و بر اساس اون کل برنامه‌های آموزشی شرکت پارس خودرو برنامه از اون انجام بگیره. یعنی نمی‌پذیرن که برنامه آموزشی به این باشه ما نیازسنجی هر ساله بخوایم انجام بدیم. بر اساس همون استانداردهای پست‌شغل میگه دوستان 35 تا تیمی که تشکیل شد این مورد در حال انجام و در حال حاضر ما کل استانداردهای 80 درصدی کل استانداردهای کل پست‌های 100 شرکت تهیه شده و بر اساس اون برنامه‌هاشون در حال اجرا هست. موردی که اشاره قبلی فقط بخش استراتژی توسعه بود. سایر استراتژی چی دوستان دیدن؟ می‌رسیم ما الان می‌رسیم که ما به اون نشاط در منظور همکاران خود مدعی سوالی باشه که دوستان گزارش بله. فقط زمان رو دست داشت چون 5 6 تا بیشتر وقت نداره. 5 6 بیشتر. بعد در رابطه با بحث میخوام همین وان ما روی همین بحث استراتژی منابع انسانی همین یه جدول برای ما جلو ببریم و پاسخ دوستان. حالا ما بحث بعدی که در اینجا حالا من به دوستان نمونه موضوع رو گفتم که دوستان بعد این جدول رو میخونن بدونن متولد چی بوده و اگه سوال در مورد بحث آموزش بود اونها رو به نوعی پاسخ بدم. تو بحث فرآیند جذب و استخدام ما روی کرده بحث جدول استخدام و همون مونه که مستظری بحثش به مدیریت عملکرد برمیگه تو همین جدول قبلی که با هدف جذب نیروی متخصص و کارآمد و تماماً مد نظر قرار بده که همون مونه که همین دوستان با بنچمارک در صد شرکت‌های گروه انجام شد ما یه سایتی رو به نام سایت پارس خدا آی آر ایجاد شد که براتون همون سایته کلاً بحث کارآموزی و استخدام موارد چی انواع این سایت انجام میده. تو این فرآیند دستور عمل رویه و تمام مواردش به شکل مطلوب در واقع انجام اون شکل شماره 33 فرآیند جذب و استخدام کامل توضیح داده شده و بر اساس اون ارزیابی و اثر بخش کلیه فعالیتایی که در مورد استخدام انجام میشه بر اساس قرارداد آموزش قرارداد آزمایشی که برای دوستان 3 ماهه تهیه میشه این مورد این فرآیند جذب و استخدام مورد اثر بخشیش اینجا مورد ارزیابی و بازنگری قرار میگیره. خب بحث بعدی ما بحث بهبود وضعیت کارکنان از پیمانکاری به قراردادی شرکت هستش که در راستای استراتژی حفظ نگهداشت نیروی انسانی یکی از بحث‌های ما همین بحث بود که در سال 84 به عنوان یکی از برنامه‌ها برای حوزه منابع انسانی تعریف شد که بر اساس دستور عملی که در سطح وضعیت کارکنان پیمانکار به قراردادی شرکت این کار صورت می‌گیره و باز هم اونها قرارداد 3 ماهه دارن و باز هم قرارداد 3 ماهه به ارزیابی عملکرد 3 ماهه‌شون افراد مورد جذب قرار میگیره به عنوان نیروی قرارداد شرکت قرار میگیره. بسیار خوب. در زمینه توسعه مسیر شغلی ممکن متخصص شده یه نظرسنجی از کارکنان توضیح بدید که به چه قرارداد میشه؟ نظرسنجی کلا دوستان همون دیگه که بحث ما اینجا ما بحث نظرسنجی در سطح شماره 5 معیار 3 بحث نظرسنجی از کارکنان در این آیتم یعنی این پاراگراف توضیح داده شده. بله ما کلی ارزیابی های در سر شرکت در رابطه حوزه منابع انسانی به صورت 3 ماهه و 6 ماهه انجام میشه. دوستان همون گونه که مستظر هستید ما در سال گذشته مدل سنجی رضایت کارکنان مورد بحث قرار گرفت و دو حوزه منابع انسانی تعریف شد. بر اساس این مدل سنجی رضایت کارکنان 14 عامل حقوق دستمزد
ارتقا سرپرستی و مدیریت روابط با همکاران، ویژگی شغلی، جو سازمان، تناسب شغل، آموزش، زمان کار، شرایط فیزیکی محیط کار، امنیت شغلی، پاداش و امور اداری، اینا مورد سوال صد سوال قرار گرفت که در این با این مدل ارضا شغلی کارکنان به عنوان پایلوت بود، ولی نظرسنجی ها دیگه که بوز استماعی و شما خدمتتون بیان نمودم این موضوع رو پوشش داد که این مدل رو ما به عنوان پایلوت برای 700 نفر انجام دادیم امسال، اول امسال که بعضی از دوستان که دیدیم جمع هستن احتمال زیاد این فرم پرسش نامه رو تکمیل کردن. چند بار تکمیل کردن تو این جمع؟ یک نفر گوش نمیدادیم آیا من اصلا دیدیم؟ 700 تا 700 نفر جامعه مدل سنجش رضایت شغلی کارکنان انجام شد. 700 نفر جامعه آماریمون بود، نمونه جامعه آماریمون مد نظر قرار گرفت که از این 700 نفر 430 نفر یعنی پاسخشون برگشت که در دست اقدام و برنامه هست که اگر بیس مناسبی باشه با اون بحثایی که خودمون در این زمین مصدر هستید اگه به تایید دوستانمون برسه و اون اساتید مدر در این بحث قرار بگیره انشالله بتونیم که اینو به عنوان هر ساده مورد سنجش قرار بگیره. چند نفر تو این جمع تو اون پرسته بودن از تو رو هفت سنجش؟ نه بخش اعظمی جای آزادی، بخش اعظمی از این نظرسنجی در صدور کارگری انجام شده. به عنوان نمونه تعدادی از دور و از سرپراز این کار صورت گرفت. درست، یعنی شما از این هم بودن؟ نه چون درسته درست. حالا شما تو دورای بعدی که همه نرخ بازگشت و نرخ پاسخگویی رو تغییر و کلیه فرآیند آموزه فرآیندی که در حوزه منابع انسانی قرار میگیره مورد ارزیابی و بازنگری قرار میگیره، یعنی کلیه همون گروش خود مصدره همون دستور عملی رویه و فرآیندهای حوزه منابع انسانی در حال حاضر در حال بازنگری هست که جناب آقای مهندس رضاپور در این زمینه توضیحاتی در مورد بحث فرآیندهایی که در حال شگلی هست و بحث بازنگری فرآیند حوزه منابع انسانی هست توضیحاتی رو خدمتتون ارائه خواهد داد. اون چیزی که کلا در حوزه منابع انسانی وجود داره این حضر کلیه فرآیندهای حوزه منابع انسانی داره دستور عمل رویه و در پورتال حوزه منابع انسانی در دسترس کلیه عزیزان قرار میگیره، یعنی کلیه سرمایه آموزش کلیه شما عزیزان هر ماه پایش اندازه‌گیری میشه و به عنوان در پورتال آموزش قسمت آموزش قرار داده میشه و بر اساس اون تمام نظرسنجی‌ها تمام فعالیت‌هایی در حوزه منابع انسانی صورت گرفته به یعنی در به کده زمان اطلاع رسانی میشه. من خواهشم این از یه دوستان چون ما دو بعض قصد 18000 با این همین مورد روبرو بودیم خواهشم قبل از اینکه به زمان خود ارزیابی برسیم یک بار کل این واحدها رو که دومون قسمت پورتال شرکت قرار داده شده یه بررسی کنیم، یه نگاه اجمالی داشته باشیم که اگه یه قدر تو اون پردار سوال کردم شما تو قسمت مثلا آموزش وارد شدید بدونید حداقل کجا هستش. حالا آقای مازیدری بخواد وارد چه دسترسی یه چیز داره مدید؟ بله کاملا بودش دیدین آقای مازیدری و برای این سبک رهبری هم که با قسمت MIS که آقای ناظمینا دوستان عزیز در ارتباط بودن ما یه پسفوردی برای کل کارکنان برای کل نمایندگان آموزش در نظر گرفتیم بر اساس اون کل بحث‌های آموزشی حالا گزارشات که حتی به صورت روز ماهانه، سالانه، از ساله قبل میتونن به قول گفتم پردازش کنن یا تو بس سبک رهبریتون مد نظر قرار میگه اونها رو به تفکیک میتونن با خود عنوان خود افراد دوره آموزشی افراد رو به تک تک ببینن و بر اساس اون گزارشات به صورت اکسلی و وردی تهیه کنن. این هم پس بود در کل نمایندگان نامزدی قرار داده شده. کلی من در کل مقام خدمتتون عرض کنم که کل این برنامه که ما الان خدمتتون توضیح دادیم کلا حوزه منابع انسانی کلی فعالیت‌های خودش و شاخص‌های خودش رو مورد بازنگری و به قول مفنی با توجه به اون اهداف سمت 90 گزارش خودش هر ماه و
به قسمت مدیریت استراتژی اعلام میکنه و بر اساس اون اینها رو هم برنامه رو که توی بحث شورا معاونت مورد بررسی قرار میگیره. تشکر. شما به جزئیات علف و بر گفتین در رابطه با چین سکوت کردین. هیچ. بحث مشارکت شما فهمیدید که فرصت حالت مشارکت هم بفرض ببینید. بفرض. شما روی که مشکل به نظر اون یا زمان. آها. قرار بود که این مدت کد معیارش ارائه بشه ولی نرسید. نرسید. خب ولی یه مقدار توضیح بیشتر. موضوع منابع انسانی از آقای نه انتقاد از خود. تو بس؟ مشارکت از دوستان که سوال نمیخوام. آقای مهندس تو رو تو مشارکت میکروفون رو بس بدین به همتون خانمه ها. میکروفون. آقا میکروفون رو بس آقای تو رو یک آیین‌نامه داره وظایف اهداف تمام تعریف شده به صورت مدون، یعنی ساختار سازمان در موجود گروه‌ها کمیته را آوردی تمام شرایط وظایفش مشخص شده، آیین‌نامه ارزیابی پاداش‌ها و امتیازهایی که لازم همه چی شده. این رویکرد جاری شده، یعنی چه شکلی این آیین‌نامه در اختیار تمام نماینده‌ها معاونین محترم قرار گرفته، در پورتال شرکت وجود داره، شما اگه در سایت پورتال معاونت تعامل وارد بشید تو قسمت دستورالعمل کلیک بفرمایید آیین‌نامه نظامی شده کاملا راحت میتونید چیکار کنید، مشاهده بکنید. در کلاس‌هایی که ما برگزار کردیم و سمینارهایی که برگزار کردیم آیین‌نامه رو برای تمام دوستان چیکار کردیم توضیح دادیم. این قسمت در واقع جاری شده. توی قسمت نتایج ما شاخص کردیم سال گذشته دو تا پیشنهاد امسال شاخص بود سرانه بله سرانه به ازای هر نفر پارسال از 2.17 تحقق پیدا کرده، امسال 2.5 که خب آخر سال نتیجهش معلوم میشه. این در حقیقت قسمت نتایج میشه که در حقیقت نظر چی؟ بعد قسمت یادگیری ما بنچمارک کردیم شرکت های مختلف رو، یه ایده های از اونها گرفتیم که در حقیقت سیستم خودمون رو داریم بهبود میدیم. کجا بنچمارک کردیم؟ بنچمارک با شرکت گاز سرخس در حقیقت و شرکت برق منطقه استان لرستان و در حقیقت جاهای مختلف. اینها رو ایده هایی که به دست آوردیم در این اعمال کردیم که روز به روز به نتایج بهتر خواهیم رسید. بسیار عالی، خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکرم. سوال دارید؟ بله. خب معیار صفحه شماره 13. بله، صفحه 13 رو دوستان یه نگاه کنن لطفاً، مهمه. صفحه 13 رو نگاه کنید. بله، بفرمایید. صفحه 13 رو معیار کار کنید. بله. دوستان، یکی از این کانال‌های ارتباطی که اینجا موضوعش مطرح هم اینترنت و پورتال هست. اتوماسیون اداری هستش. هفته نامه ای که الان توضیح در صد شرکت میشه بیانی؟ یعنی سازمان از این روش ها استفاده میکنه برای مطلع کردن بدنی سازمان، کلیه کارکنان، از خط منشا، استراتژی ها، اخبار، اطلاعات، تغییرات، همه از این کانال با دیگران دعوت کنه، درسته؟ یکی از برنامه که جدیدن حالا دوستانی که حالا بیشترین درگیری به اون موضوع داشتن این بحث بازنگر سبک رهبری بوده که من میخوام اشاره دارم، چون در خیلی از شرکت این موضوع اتفاق نمیفته یا بحث بازنگر سبک رهبری خیلی کمتر اتفاق میفته. من خواهشم هستش که اون واقع این مورد رو توی مباحثی که دارن پاسخ یعنی پاسخ به ارزیابا میدن مد نظر قرار بدن بحث سبک رهبری رو و اگه پرزنتیشن در این زمینه تهیه کردم اون رو به تصویر بکشم که بدونم مثلا تو این زمان ما باید دارن باید سبک رهبری ارائه بدم و بر اساس اون پاسخگو هم باشم. من همین حساب من خواهشم این هست که این آخرین آیتمی که تو بحث همین کانال های ارتباطی مد نظر قرار گرفته و برنامه هست که توی بقول تو این یک دو هفته نهال انجام هست اینو به این نوعی تو برنامه قرار بدم و تو بحث ارزیابی هم دنبال کنم. بحث رادیوی داخلی شکر پارس خود رو هستش که دوستان خود مصدر هستید این رادیو هر روز صبح و در بعد از اون فعالیت داده و بعضی از اطلاعات میاد که تو این هفته و این هفته احتمالاً هفته تاجی سازمانی هست. خب خیلی از این اطلاعاتی در زمینه بحث سازمان هست به اطلاع کلی عزیزان خواهد رسید. پس یکی از کانال‌های مهم این رادیو چند ساعت در روز برنامه داره؟ همه در جریان هست؟ گوش میدن از چه چیز فرقش میشه؟ اسپیکر خواستی داری؟ من اصلا تو
زباهر کانال تلویزیونیه. تلویزیون ساعت چیز دارن. کانال تلویزیون دارن که تا پرد تحریف سیمت بخش میکنه. خب؟ بعد یه بحث در ارتباطی دیگه صندوق های انتقادها پیشنهادات هستش که اونم به این نوعی هم یک کانال ارتباطی دیده شده نظرسنجی از کارکنان که با تاجیبون برای این کمان درشون مبارد انجام میشه کیوسک های اطلاع رسانی هستش که به عنوان مدیریت نوی در صد شرکت بالاخره از کنارش رد میشه نگاه بهشون بندازید چون بعد نیست که آدم در نوع مدیریت های جدیدی که در سرچه یا برنامه هستش اطلاعات پیدا کنه این موارد است که در کانال های ارتباطی مد نظر قرار گرفته خب در رابطه با اون بخش های مربوط به دیگرداری بحث پاداش و قدرداری و اینا سیستم خاصی وجود داشته دوستان لازم باشه بدونم مثل اینکه باید بدونم ما تو بحث کارکنان مورد تشویق تعهد و توجه و مراقبت قرار میگیرن چیکار کرد تو این بحثا ما رویکرد خود سازمان ایجاد برنده برنده است ایجاد برنده برنده ببینیم که همه بحثی هستی که این را برنده هم احساس برندگی دارم و مکانیزم های مختلفی در مورد بحث های تشویق هستی که دوستان اگه جدول شماره 14 صفحه 14 جدول شماره 3 14 بله و جدول این جدول رو ملازمه روش های جبران خدمت متن نظر قرار گرفته و میخوام یه مواردی رو که بحثی هست که اینجا مطرح کنیم مثلا یکی از این مواردی که هست بحث انواع وام هستش تو با توجه به اینکه برایش آیین‌نامه دستور عمل رویه همه اینا تهیه شده و با توجه به اون بحثایی که در رابطه با بحث همون امتیازاتی که هست اول وام‌هاشون به صورت ماهانه یا بر اساس یه پرد زمانی که تعریف شده نهایتا آیا بودن تا یک ماه دیگه اون بحث دریافت وامشون رو انجام میدن و بر اساس اون وامشون رو دریافت میکنن و اونم مورد بازنگری جدید مورد بازنگری قرار میگیره که انشالله قرار گرفته که انشالله به تایید جانش و جایی هم شد این فهمون دیگه جایی شد کسی هم بر اساس اون وام جدید رو دریافت کرده پاداش پیشنهادات هست که آقای تولدی از طریق اطلاع رسانی که انجام میده در حقوق دوستان چقدر حجم این پرداخت های پاداش پیشنهادات حجم ریاضیزان ریالیش پرداخت کردیم قرار پاداش بسیار عالی پاداش پیشنهاداتی که پاداش های معرفی هم آها من یه جوری از طریق همین سیستم شما بسیار خوب یه اخبار خوبی بخونید بس دیگه که اینجا میدیم بس جبران خدمت مدنیم بس حق جذب هست حق سرپرستی هست آکورد و پاداشه هست که بسیار آکورد که بسیار ماهیانه پرداخت میشه و بس پاداشه های پایین سال هست که اینا گنجایی میزن بسیار جدول شماره صفحه 17 یه جدولی هم در حوزه انواع مزایا و خدمات کارکنان هستش که به این موضوع میتونن اشاره داشته باشن بسیار خب، خیلی ممنون رئیس بودی اول از دوستان ببینید سوالی اگه هست اگه خواهد سوالی داشتیم گرفت اینجا دوستان دیگه سوال بفرمایید فکر میکنم این مکانیزم آقایون برای شناسایی ریاضمندی های زین افغان و تمرکز جمعه ها کاملا یک مشکلات جدی داره همین جهت فکر میکنم توی کردهاش عمدتا ناکارآمدیش از همینجا نشه خلاصا در مورد جذب استخدام من یکی از سوالاتی که از آقایون دارم چطور مثلا در مورد کسی که متقاضی استخدامه نیازمندی رو شناسایی میکنم چطور نظراتش رو میگم توی سیستم جاری میکنم از طرف دیگه یکی مواردی که روی کردهای آقایون وارده اینکه واقعا بنچمارک درستی از یک مدل مناسب موقعیت منابع انسانی ها تعریف شده یا اجازه نگرفته که عیناً اونها تصریح
داده بشه برای تهدید نشه. در مورد نظرسنجی و رویایی من فکر می‌کنم حالا دوستانی که شناخت مختصری دارن از مسائل آماری و حالا برنامه‌ریزی و روزهای دارن، من فکر می‌کنم ایراد بسیار جدی به رویکرد آقای وارده برای نظرسنجی دقیقا چطور که مثلا میشه مجموعه مدیران و رؤسای شرکت توی کاتگوری دیده نمیشن. حالا خوشوهایی که با دیده شده دیده نشده در این آمون اون طبقه‌بندی ها و دسته‌بندی هایی که برای خودشما بهتر از من درست ازاده بودید وقتی میکنیم یک میگیری دسته این میکنه چجوری باید بخواه این آمون میشه بله نتایج حاصل اگری از نظر سنگی آقای تحمیل رو کنه اون جامعه مادر متاسفانه این موارد دیده نمیشه و مثلا میگم دوباره دارم تاکید میکنم که شاید دوستان لازم باشید که یک بازنگری جدی در نحوه شناسایی نیازمندیهای زینرخوان همونی هم بایی خود کنید. مثلا آیا فقط پولی به تمامی مجموعی فرقیم چرا کارکنان خط تولیدن؟ نه آیا مثلا کسان دیگه چطور بس اینها نشناسایی نشده؟ خب حالا فرمی سنجی الکترونیکی هم انجام شده در مثلا بحث رستوران یا خود مسازر هستید آره. ولی متاسفانه ما توی این با توجه به من 19 ساله تو پارس خودرو هستم این به این نتیجه رسیدم هیچ گونه دوستان فرم نظرسنجی هم خدمتشون میرسه به موقع تحویل نمیدن. آره درست. ما تو بحث رؤسا این مشکل داریم. اگه شما باز ما 1000 تا 100 تا فرم خدمت شما تحویل میدین این 100 تا فرم شما به 50 شون واسه ما نذارید برام برگردن. ما خیلی اعتماد نداریم. این مشکل شما نیست. اکثر سازمان ها این مشکل دارن. یعنی دوست ندارن. خیلی خلاصه نظرشون رو بخوام بدن. جدی نمیگیرن. بهانه میگن. همون که الان گفت از 700 تا 700 تا کرونا داشت. یعنی نرخ بازخوردی 50 است. رو 60 ها؟ خوبه. خب 60 از این هم خیلی راضی. خوشحال هم ولی ما برای جواب بدم. اگه جواب بدیم آقا اعتماد نشه. از قضیه اینه که شاید لازم باشه همین روکر هم سنوی در واقع میشه گفت که آسیب شناسی بشه. آره. بنده خودم در مواقع مختلف دیدم سازمان هایی که واقعا نیازمندی شناسایی نیازمندی ها براشون اساسی و در واقع استراتژیک هست واقعا چه راهکارهایی که جالبی استفاده میکنن برای شناسایی ها. بله مکانیزم از پرسش نامه و غیر زاده که ممکنه یک مکانیزم قدیمی و در واقع ساده ترین پیشنهادی باشه که ما بخوایم برای همچین روکری پیشنهاد بدیم. ولی واقعا وقتی خود ما سالها که این سازمان بودیم و ناکارآمدی روی کرد رو دیدیم چه رو داریم ادامه میدیم؟ آقای بس نمی که برای رو باید بازنگری کنیم شما بپذیریم برای رو دوستان رو بعدم بگیریم و مهمترین سوال این نقطه که من در ادامه میخوام بیرم بعد از من رسمن که آیا برنامه تعریف کردیم برای رفت من دوستان از همه تو بحث نظرسنجی که هم مدل نظر شغلی کار کنم بوده الان دوستان که اشاره داشتن ما برای کلیه مدیران رؤسا فرستاده شده ولی شما خود مستظر الان ما میگه 700 تا فرم توضیح شده از این 700 تا 400 تا برنگشت کارکنان به راحتی چون دستبندی شده بودن اینا رو ما دستبندی میکنیم یعنی با اسم به معاملات اعلام میکنیم به مدیرات اعلام میکنیم مکانیزمش هم دیده شده یعنی توی این جامعه که افراد هستن اسامی رو اعلام میکنی که این نمونه است دیگه این نمونه توی جامعه ما نمونه ها انتخاب میشه ولی تو کارگری اینا مثلا هر بالا هست به بالا رد نمی کنن دوستو میگه اینو احتیاج داره که دقت بشه که و میتونی این نمونه از برنامه بهبودی که الان ناشی از اون نظرسنجی بوده با ما بگی میتونی بگی همون مثلا بس همون نظرسنجی که در واقع بس رستوران انجام شده همون بسی بود که خودم مصدق دو تا برنامه دو غذا پیش بینی شد و بس همون محیط رستوران بود که محیط رستوران ها اقدام انجام دادی انجام شد بهبود پیدا کرد نه نه تمام نظرسنجی ها به نوعی پاسخگو برای برنامه بهبود تایید بسیار مورد اولی که اشاره کردیم تو بحث جذب ما این موارد رو به صورت تشخیص دادیم شروع کردیم با دوستان تولید با به تمام معاونت ما به صورت نامه نگاری کردیم جلساتی هم داشتیم با دوستان بله. که اصلا این که ما واقعا نیروهایی که الان احتیاج دارن بتونیم انتخاب بهتری بکنیم سوالایی که طرح میشه اصلا کلا تو دیتیلش وارد میشم ولی این کارا انجام شد و در حال انجام هست خب جان بفرمایید Yeah.
بهتر است کسی قبول داشته باشه که برام کسی هم که متقاضی استخدام هست، چون من برام رو گفته بودم و دارم میگم به عنوان یکی از نیرخوان فرهنگ شما آه. حالا چیه در پارس خودو جذب بشه و چیه در پارس خودو جذب نشه. آیا سوال من اینه که حالا روش رو برای جمع‌آوری نظر خود آدم که آیا فرآیندی که بر اساس اون گزینه شده استخدام شده یا اینکه رد شده با رضایت منصفانه عادلانه یا علمی و غیر علمی میدون یا نمیدون؟ سوال بنده اینه. فل مثلا الان چه کسی که اومد در فارس خودو فرم رو پر کرد یا اصلا مایل به داخل فارس خودو استخدام بشه، روش این هست که جذب رو در جمع‌آوری بکنید نظرات اینا در مورد فرآیند خودتون به عنوان من به نظر من حقیقی به عنوان زینت رو برای فرآیند جذب استخدام ما، چون به همون آدم هم میتونه یه روزی جمع از این فرآیند منتخب بشه یا بره رو نشه. آقای قربانی شما شرکتی رو سراغ دارید که این کار انجام بدید؟ بعد هم اتفاقا یکی از مثلا انتقاداتی رو که حالا دارم به این مجموعه چیز میکنم بهتره که در واقع یکی از نکاتی رو که باید دیده بشه همین شما مطمئن باشید از هر کی سوال کنید 100 درصد به شما جواب مناسب نخواهد. حالا بعد از اون موقع مرحله جذب قرار گرفت. چون فرصت اون کمه دوستان به دنبالی هستن که هر چی ایده های جدید رو بگیرن. من تو معلوم من تربیت بشن همکاران برای هفته پیش رو اونا یه مقدار به صدا نکات یه مقدار زمان برداریه. من خواهش میکنم اینا رو حالا یه حرفی که نمی کنم که بهشون رو تایی که اشاره کردم ولی خب جواب نگرفتم واقعا من الگوی مناسب رو نمی بینم در مورد بنچمارک در اون الگو برداری برای بهبود رویکردها و سمنگاهی یعنی یه رویکرد یا بنچمارک؟ بنچمارک اصلا ملاحظ کردن این بنچمارک کردن ما در رویکردهایی که اتفاق میشه و تربیت میشه. درست. اینم باید حوزه تعالی برای من فکر بکنه. خیلی ممنون. یه توضیح کوچولو بدم. من خیلی خوشحالم که تو جمع هستم و با توجه به اینکه جلسه هم تعالی سازمانی یک مدل رو داریم با هم تمرین می‌کنیم که تعالی بدیم سازمان رو، فکر می‌کنم که باعث سوالاتمون هم تعالی بخش باشه و سیستمی سوال کنیم، چون قرار خودمون رو ارزیابی کنیم ببینیم چند تا ما رو ارزیابی کنن که اسمون چیه. من فکر می‌کنم که ما با توجه به اینکه آقای مهندسین هم فرمودن ما برای ارزیابی یک سازمان یا یک سیستم بایستی تمامی عوامل رو با هم نگاه کنیم. ما یک خط قرمز داریم به اسم سایپا، یعنی اگر می‌خواهیم آیین‌نامه‌هامون رو تدوین کنیم همیشه یک ذریبی از اونجا هستیم. پس یک خط قرمز اجازه نمیده ما همه چیزمون رو بر اساس استانداردهای نوکیا ببریم جلو. ما خطمون یه خطی داریم، یعنی هر آیین‌نامه‌ای برای وام، برای نمی‌دونم تسهیلات خودرو و یا هر چیز دیگری که شما به ذهنتون می‌رسه، فکر کنم 18 تا آیین‌نامه تسهیلات داریم که می‌خوام استفادهیم وقت می‌گیره. تمام اینها یک ذریبی حدود 80 یا 90 درصد سایپا بایستی باشد. حالا آقایون مالی میدونن این آیین‌نامه وام جدیده ما یک ذریب مشخصا 80 درصد داره. چرا رو من تا خوش نیستم، تو این جلسه مجالش نیست. یه قسمتی از سوالتون فرمودید که ناکارآمدی سیستم ها، کارآمدی و ناکارآمدی نسبی است. هیچ چیز مطلق ناکارآمد نیست و کارآمد نیست. خواهشم اینه که بگیم نسبت کارآمدی سیستم های انگیزشی، رفاهی و پرسنلی ما از متوسط جامعه بالاتر یا پایین‌تر؟ شما که سوال کردید اون سوال رو جواب بدید. بعد حالا با توجه به محدودیت و ماتریس استبیلیتی، فرصت ها، محدودیت ها، ضعف و قوت، من نمیخوام اینجا درس پس میدم، با توجه به اون چهار تا فرق و فرآیند های موجود در پارس خودرو روی کرتا هست، جاری سازی ها اتفاق نیفتاده. فرمایش شما این قسمتش درسته، روی کرت های مناسبی بشه شده ولی جاری سازی نشده. دلایل مختلفی داره که من پشت این تریبون نمیدونم. بله، من اینو انشاءالله فکر که جاری بشه. سپاسگزاری چون فرصت مون کم، اگر بخوایم اینو بحث کنیم دو سه روز کار بده. یه قدردانی اساسی از تیم کارمان داشته باشیم. مطلب زیاد بود، یه خلاصه ای ازش تقدیم میکنیم دوستان آخر وقت خستم هستم که دوستان به گروه های برمیست. خیلی ممنون. من چون همین الان ببخشید یه خواهد زمان دارم همین الان سعی کردم گروه قدیم تولده که آماده داشتن از قبا بردن این در اختیار ما نذاشتم، ما مجبور شدیم خودمون سرهم کنیم. آه اینجا درست کرد. همین
از به خدمتون که همون فکر مهندسی داری فرمودن چون زمان خیلی لازم داره این کار برای من فقط کلاسی میگم بس و قرار بر این شد که ما نقاط قوت رو مطرح کنیم و در حقیقت ارتباطاتش رو با استراتژی هامون و نحوه جاری سازی و پایشش و اندازه گیری و ارزیابیش رو برای نتیجش رو خدمتون سلسه ارزم به خدمتی که ما فقط اول همه مطرح کنم که سیستم تولید فارس خودرو رو با توجه به سیستم تولید نیسان و رنو که در حقیقت گرفش همون راکت رنو که اینجا هست مشاهده میکنی در نظر گرفتیم که چند تا در حقیقت پایه‌های مختلف داره از جمله تشکیل دبلیو‌تی کنترل بحث پایگس و استانداردسازی و ارگونومی و کایزن این مسائل که موتور حرکتش هم همونطور که توی تصویر اومده QC TPM GIK هسته که در نهایت همونطور که خود مهندس‌آزادی گفتن با توجه به اجرای این مسائل تمام مسئله تعالی روزانه همون دیلی اکسلنس خواهیم رسید. از خدمتون که مواد مختلفی هستش از جمله یکی از رویکردهایی رو که در رابطه با پنجلدار میشه مطرح کرد که به عنوان نقاط قوت خودمون در نظر گرفتیم به پارس خود رو کرده ایجاد سیستم تولید بر اساس روش های تولید نیسان و رنو یا یعنی همون سیستم SPRM-PWU هستش. ارتباطش با استراتژی همون از همه مهمترش همکار برگزیده خودروسازان در کلاس جهانی هستش که بابت این مسئله هستش این روی کرده نظر گرفته شده. در مورد جاری سازیش تحت عنوان اکشن پلن ما یه سری برنامه هایی رو تعریف میکنیم که میشه گفت من مشخص هستش برای تمام اوزار و کسایی که توی این کار هستن. برای نیسان برای این کار انجام دادیم اسکوپش و روش پایشش هم بر اساس یک ممیزی در حقیقت برنامه‌ریزی شده و تنظیم شده هستش بر اساس دو حالت داخلی و خارجی که در شاخه‌های مختلف و سالن‌های مختلف اجرا میشه که این شاخه‌های مختلفی که عرض می‌کنم توی بحث تولید مسائل مختلف رو در نظر میگیره از جمله خود منیجمنت هستش در حقیقت مدیریت کف کارگاه هستش و مسائل فایبس، مسائل استانداردسازی، مسائل QA به تضمین کیفیت و غیره که با توجه به خلاصه بودن زمان کم بودن وقت من خیلی سعی میکنم کوتاه‌تر مطرح کنم مسائل. بعد بنچمارکی که داریم ما در مورد این مسئله مقایسه خودمون با خودروسازی‌های مطرح دیگه هستش که تو سال گذشته مقایسه‌ای که داشتیم سال گذشته میلادی عرض می‌کنم در حقیقت نفر دوم شدیم توی خودروسازی که با نیسان کار می‌کنن. در مورد مسائل دیگه که می‌تونیم اینجا مطرح کنیم اینه که یه چیزایی که من مطرح کردم در حقیقت جواب ابزرویشن و مسائل دیگه است که توی رویکرده دیگه که مرتبط با این رویکرد هستش اضافه می‌کنمش. در مجموع ما رویکرد دوممون رویکرد پایشه فرایند، سیستم و محصول هستش مطابق با طراحی و توسعه روش‌های تولید ما که اینجا میتونید جدولش رو مشاهده کنید که آدیتای محصول، سیستم و فرایند مطرح شده که تو چه زمینه‌هایی هستش به در حقیقت سه دسته تقسیم شده. چیزایی که ارتباط پیدا می‌کنه با استراتژی‌های ما توی این رویکرد کاهش هزینه، استراتژی کاهش هزینه، استراتژی بهبود فرآیندها و سیستم‌ها، افزایش سهم بازار از طریق افزایش کیفیت و افزایش رضایت مشتری هستش که با در حقیقت این اهداف این رویکرد تعریف شده. در مورد جاری سازیش ما در حقیقت اکثر اینا رو حالا من خلاصه دارم میگم دیگه دونه دونه مطرح نمی‌کنم، اکثر اینا رو توی تمام حوزه‌ها اجرا کردیم و در مورد یه سری دیگه‌اش که جلوتر ببینیم اعلام می‌کنم به عنوان پایلوت اجرا شده. به عنوان مثال در مورد محصول در مورد کنترل محصول ارزشیابی AWS و ISQI هستش و به عنوان مثال دیگه این که بخوام بزنم در حقیقت روشی که توی رنو شروع شده به عنوان پایلوت که با مانیتورینگ پلن کنترل میشه در حقیقت محصول و فرایند به دو دسته تقسیم شده که بر اساس نمونه‌گیری و استفاده از ابزارهای آماریه که از در حقیقت تجربیاتی بوده که از شرکت رنو
چک‌لیست‌های مختلفی هستش توی ارزیابی و بازنگری این مسائل، از جمله چک‌لیست پورت کنترلی، چک‌لیست ارزیابی خدمتتون، میزان پیاده سازی سیستم و اینها. یه مسئله دیگه هم که هستش در حقیقت توی این پایش‌ها بس کالیبراسیون اعضای تجهیزات هستش که من الان در حقیقت دارم اضافه می‌کنم به کمکی از همکاران مطرح کردن که این توی اظهارنامه نیستش و لازمه که مطرح بشه. در مورد نتایجش هم هر کدوم شاخص مرتبط با خودش رو داره و بعد از نتایجی که گرفتیم چه ادامه تستاریش هم داریم به روز. مورد بعدیمون توی رویکردی که تعریف شده در حقیقت اجرای سیستم خودکنترلیه. هدف ما دستیابی به خطای صفر و کاهش دوباره کاریه توی این مسئله. استراتژی هایی که در حقیقت حمایت میکنن این رویکرد در رابطه با این رویکرد هستن استراتژی کاهش هزینه، افزایش کیفیت، افزایش رضایت مشتری، حفظ کرامت انسانی و توجه به اینکه در حقیقت ما اون ارزش رو قائل میشیم برای خود اپراتورهامون و افرادی که دارن مستقیم کار میکنن و تولید میکنن که این توانایی رو دارن و تولید خودرو در کلاس جهانی هم برمیگرده به این رویکرد ما با توجه به اینکه سایر خودروسازهای مطرح هم این کار رو دارن انجام میدن. یه شمایی از روش پیاده سازی سیستم خودکنترلی و شاخص هایی رو که وجود داره استفاده میشه براشون هستش. تو من در مورد جاری سازیش اسکوپ ما سالن رنو بوده، مونتاژ و بنای رنو که با عنوان پایلوت اجرا شده و کامل شده. با عنوان ارزیابی بازنگریش چک لیست خودکنترلی داریم ما و علاوه شاخص های مختلفی که ریلیز شده NRNQA که حالا بعدا جای خودش باید توضیح داده بشه. و در مورد نتایج هم که از این گرفته میشه با همین شاخص اندازه‌گیری میشه در سیستم MES پایش میشه که اقدامات اصلاحی که لازم داشته تا وقت انجام شده و توی سالن رنومون کامل شده الان و تسری پیدا کنه به سایر سالن ها. مورد دیگه ای که هستش و مرتبط در حقیقت با همین رویکرد هستش ایجاد ایستگاه‌های کاری در حقیقت توسعه تیم‌های کاری از طریق تشکیل ایدئولوژی در حوزه‌های مختلف elementary working team که در حقیقت یه تغییر ساختار بوده بر اساس اون بنچمارکی که کردیم با سایر شرکت‌ها. working team elementary working که در اساس در حقیقت همون بنچمارک یادگیری بوده که از شرکت رنو انجام شده مجدداً. از شرکت رنو انجام شده. استراتژیایی که مرتبط هستن با این در حقیقت روی کردمون حفظ کرامت انسانی هستش، بهبود فرایندها و سیستم ها هستش و بهبود کیفیت که ارتباط مستقیم با این پیاده شده؟ بله. بچه هم زن؟ تو حوزه های رنو، مونتاژ و بنانه رنو خودتون؟ و در حوزه های نیسان بله این نبا تو سالن های رنو مون کامل اجرا شده، تو سالن های نیسان مون برخی از سالونش اجرا شده، برخی از سالونش در حال اجرا شده. عرضم به خدمتتون که در مورد جاری سازی نتایج هم اندازه‌گیری کردیم. بله اندازه‌گیری شده است، شاخص های خودش رو داره، چک لیست کنترلی داره. خدمتتون الان عرض میکنم در مورد پایلوتش که خدمتتون عرض کردم توی رنو ایجاد شده و در نیسان هم در حال کامل شدنه. در مورد ارزیابی و بازنگریش یه چک لیست داریم، یعنی یه دونه چک لیست، چند تا چک لیست تحت عنوان چک لیست های استاندارد سازی که با اون چک لیست اندازه‌گیری میشن، کنترل میشن و بابتش برنامه‌های بهبود داره که همه مدارکش موجود سوابقش. در مورد نتایجش میتونم بگم درصد استقراری رو که اندازه‌گیری میشه و بر اساس اون کنترل میشه که برنامه‌مون مناسب بوده یا نه. مقایسه‌ای که داریم در مورد پیاده‌سازی این در حقیقت روی کرد مقایسه با شرکت‌های خود رنو و داچیا هستش. حاله یعنی با اونا شاخص رو مقایسه کردیم. با چقدر فاصله بوده؟ چقدر؟ فاصله شما؟ آی خلال چجوری بوده؟ آیه فاصله شما؟ آیه فاصله شما؟ حدود 20 درصد بوده فاصله های میزه کردن اصلا 20 درصد برای اینشالله روز ارزیابی به طور مفصل برای هر کدوم از اینا پرزنته داریم که هم واحد کیفیت، تولید و راه تولید باز خود رو اینا رو پرزنته میکنم. اصلا ما یه خلاصه از اینا رو تقدیم کردیم چون وقت نیست. اصلا پرزنته آقای متعلی یه تیکه از اون پرزنته ها نمونا حالا شاید هر جا باشی که یه دونه کلان تهیه کنی بعد هر حوزه هم کنه وارد میشن خود اونا دیتیل رو توضیح بدن. بسیار در حقیقت اجرای
وظایف اجزای دبیر که اونجا نشون داده شده به عنوان مثال نوع در مورد اندازه‌گیری که مطرح کردم در مورد ایبس جدولش اونجا مشخص شده که چه نوع آدیت هایی برای محصول ما داریم که توضیحش رو میذارم برای بعد. بله مواردی که متأسفانه فرصت نکردم پرزنتیشن رو آماده کنم برای شما این مسئله رو آماده کنم تا بقیه‌اش رو خدمتتون عرض کنم. رویکرد بعدی مون رویکرد پایش اهداف QCPه، کوالیتی، کاست و تایم، که در مورد استراتژی‌هایی که به این مربوط میشه بهبود فرآیند و سیستم هاست، بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه. در حقیقت به همین سه تا مطلب کوالیتی، کاست و تایم برمیگرده. در مورد جاری سازیش ما در کلیه محور کلیه محصولاتمون این مورد رو داریم، اجرا میشه. در مورد ارزیابی بازنگریش در حقیقت به صورت یک گزارش ریویو فرمت که تهیه میشه به صورت خارجی از طریق نیسان برای نیسان و رنومون داریم و به صورت داخلی برای کلیه محصولاتمون دو نوع کنترل داریم سریع. چون پرایت رو خود شرکت کنترل میکنه. در مورد نتایجش در حقیقت بر اساس نتایج واقعی نسبت اهدافی که توی جدول QCT شاخصه‌ای که آورده شده کنترل میشه. این شاخص‌ها مرتب پایش میشه به صورت ماهانه و سه ماهی یه بار کنترل میشه و به صورت خارجی هم سالی دو بار. نمودارهای مرتب داریم یه جدول این اجرا نمیشه توی اسنان ما آورده چون خیلی ویز میشده. یه جدول آسر هستش که توش بسیاری نمودارها هستش. مجموعه ارائه کنیم. ارزم خدمتتون که در مورد نتایجش در مورد شاخصاش که عرض کردم درصد دستیابی به اهداف شاخص نهایی ما هستش توی این رویکرد. رویکرد بعدی ما کنترل مواد قطعات جهت تضمین کیفیت مواد قطعات و محصول هستش که به دو قسمت لوکال و قطعات CKD و مواد CKD مون برمیگرده که به توسط تضمین کیفیت داره انجام میشه. از نظر جاری سازیش بخوام مطرح کنیم. استراتژیش من ارتباطش رو بگم خدمتتون بهبود کیفیت، بهبود فرآیندها و سیستم‌ها است که ارتباط مستقیم با این رویکرد داره. در مورد جاری سازیش کل شرکت تحت پوشش کیو اسکوپمون هستش. محصول خاصی نیستش که خارج از این اسکوپ باشه. همه محصولات رو پوشش میده. در مورد ارزیابی و بازنگریش یه آدیت فرآیند دریافت کالا داریم ما که طبق استاندارد خود شرکت تهیه شده با دیدگاه استاندارد نیستر. دیدگاه استاندارد سایپا و خلاصه از استاندارد نیسان که قبلا تهیه شده توسط واحد تضمین کیفیت در حال اجراست. الان نتایجش به دو دسته تقسیم میشه که این دو دسته در حقیقت یه سریش نتایجی که مستقیما برمیگرده به این آدیت فرآیند دریافت کالا که تعداد عدم انطباق برطرف شده به کل عدم انطباقات و یه سری دسته اندازه‌گیری میشه. بله اندازه‌گیری میشه و یه سری شاخصه دیگه داریم که به طور غیر مستقیم نشون میده از جمله میزان اعلام ایراد در خط که نشون دهنده در حقیقت توانایی یا اثر بخشی این این فیلم در حقیقت کل چرخی رادار هم در حقیقت ارائه شده به نوعی. همین فیلم؟ بله. صدا نداره؟ چرا صدا داره؟ فقط مثلا از کنم در میکروفون. نداره. صدا میکروفون هم اون فیلم چیز بذاری جواب. بله. اینجا صدا رو. Thank you.
قبل یکی از مسائلی که قبل از در حقیقت این رو برد چه مسئله آموزشیه که مطرح شده از مدارس مهارتیه که در حقیقت بابت این آموزش ها لازمه توی مدرسه مهارت مواردی که لازمه یه اپراتوره که میخواد توی خط کار کنه رو آموزش داده میشه قبل از اینکه بره داخل خط در حقیقت اون سری خطایی دیگه از بین رفته خود آموزش یه روش اجرایی داره و تعریف شده یه پروسیجر داره که این توی استپلری در حقیقت همون مواردی که در مراحلی که توی آموزش باید حتما رعایت بشه که تقسیم شده به سه مرحله آی دو بی دو و یو دو عرض کردم یه سری شایخصه مختلف داریم از جمله خود جا ازرویشن که چکلیست هم داره و کنترل میکنه وضعیت کارکرد اپراتورها رو توی اسکوهای کاری و اگه اشکالی وجود داشته باشه برنامه تعریف میشه براش و آموزش ارائه میشه براش مجددا ایدابیلیتیاری که خدمتون توضیح دادیم نمونهش اینجاست که ایدابیلیتی روم هم تهیه شده توی سالن رنو برای این مسئله که کل اون شاخصه QCT رو که مطرح کردن که مرتبط با این مسئله هسته یعنی در حقیقت دو تا رویکردی هستن که همدیگر پشتیبانی میکنن اینجا در حقیقت داره ارتباطش رو نشون میده که خود ایدابیلیتی و جاب ابزرویشن و در حقیقت خود کنترل اینا همه به هم مرتبط هستن همون QCT که خدمتتون عرض کردم اهداف و پایششون که توی هر ایدابیلیتی به علاوه هم مدیریت کنترل میشه خود کنترلی که خدمتتون عرض کردم باز اونجا مطرح شده که چکلیست داره علاوه بر چکلیستش خود این روش هم ارزیابی میشه توسط بخش دیگه یه بخش دیگه هست که فرصت نشده شده که این روی کرده مطرح بشه بخش TPM هستش روی کرده پیاده‌سازی TPM هستش که در حقیقت قبل از هر چیزی باید جداسازی بشه وظایف تولید و وظایف نت توی این بخش بعد مسائل آموزش و پیاده‌سازی هست که استرد میتونه اصلا در حقیقت شامل همین بخش میشه سیاسی چی بود؟ Customer Satisfaction Check نوعی خلاج میتونم توضیح بدم بعد از اینکه عملیات تولید رو خط تمام شد توی اون مرحله CSC شامل دو قسمت مختلف بوده یکیش کنترل یکم روتوش هایی که روی در واقع یک کامپایلر انجام میشه برای اینکه زمان به صورت محدود و تحلیل کنترل و مدیریت میشه ببخشید چون یه سری رو کردم و فرصت نداشتیم نتونستیم مطرح کنیم خیلی ممنون. دوستان یک تجربه اساسی. برای دوستان، برای دوستان بگی از همکارانم تازگی داشت بخش زیادی از این
پرزنت شما نکته هست بکنید که جاری داشته باشید بفهم سوال من اینکه متوجه این حجم بسیاری از محصولات شرکت در واقع توی هرچه حجم بسیاری از محصولات فعلی شرکت در واقع شامل این رویکردها نمیشه برنامه زمانبندی برای تسریع رویکردها دارن آفرین بله گانچارت داره من خدمتتون عرض کردم که حتی اونایی که اسکوپش رو مشخص کردن که کدوم برای کل محصولات و کدوم برای چه محصولاتی هستش اسکوپش رو که مطرح کردم خدمتتون گفتم که بعضیش به صورت پایلوت وقتی میگیم پایلوت معنیش اینه که برنامه داریم براش وقتی به صورت پایلوت مطرح میکنم گانچارت داریم اصلا بابت این مسئله که قرار اجرا بشه خب خیلی سپاس ما یه پروژه در عنوان استقرار اسکیار سیستم اسکیار تو کل سالن‌های تولیدی داریم که آیه گیلی زحمت چه میکشن با همکاری تولید کیفیت بشه بسیار علی خیلی با هم دوست عزیز یه لحظه قطع کنیم تشکر بکنیم سپاسگزاریم یه فرصتی داریم اولا من خواهش می‌کنم دو تا تیم دیگر ما برنامه داریم که نظرتون دارم بگیریم دوست تا تیم دیگر هست من خواهش می‌کنم تا آخر جلسه همه حضور داشته باشن چون این مهمه همه باید باشیم تا از نظرات کل تیم‌ها مطلع بشیم حالا اونایی که خیلی دیگه فوری داره اگه یکی دو مورد هم نرسیدیم دیگه انشالله میمونه برای بعد و برای فرصتی که تا یک رو به چهار یه استراحتی بکنیم همینجا پذیرایی و چای و قهوه همه چی آماده است شیرینی همه چی فکر کنم یه پذیرایی یک رو به چهار دوباره برمیگردیم تا یه نیم ساعت دیگه انشالله خب یک اینکه یادمون باشه ما بایستی در اثبات کنیم در فرآیند خود ارزیابی نقش داشتیم در فرآیند خود ارزیابی دوم باید نشون بدیم که حوزه‌های بهبودی که استخراج کردیم حوزه‌های بهبودی که استخراج شده تو واحد ما چه چیزاییه باید هر معاونتی هر واحدی اینا رو بتونه نشون بده آیتم بعدی باید نشون بدیم اینا رو اولویت‌بندی کردیم اگه کسی اولویت‌بندی نکرده الان به فکر باشه بپرسه سوال کنه چجوری اولویت‌بندی شده و گام بعدی که خیلی اهمیت داره تعریف برنامه ها و پروژه های بهبوده باید ثابت کنیم که این برنامه ها و پروژه های بهبود کلید خورده، استارت خورده، شروع شده یک کاری ما کردیم این خیلی مهمه یعنی ما یه لیستی هر کسی دو تا سه تا برنامه بهبود داره تو حوزه خودش تو تیم خودش این رو نشون بده من خواهش میکنم این تیم بندی رو که امروز داشتیم هر کسی تو پرزنتشن خودش داشته باشین تیم رو آقای شفاعت هر کسی تو تیم خودش بگه تیم ما تیم کارکنان اینا هستیم تیم فرآیندها اینا هستیم هر کسی تو پرزنتشن اول اینو بیاره بنده اونرم به نام مهندس سیدری اونر تیم تولید و کیفیت هم اینم اعظم هم اینم تسهیلگرمه اینم برنامه خود ارزیابی بوده اینم برنامه که به صدا حوزه بهبود همه اینم پروژه بهبودی که تعریف کردم اینم یه نمونه از پروژه بهبودی که داره انجام میشه یکی دوم آموزش هایی که دوستان دیدم اینا رو یه جوری هر معاونتی تو پرزنتیشن خودش بیاره که ما چه آموزش هایی دیدیم این خیلی مهمه در رابطه با تعالی در رابطه بحثای EFQM آموزش هایی که دیده شده حتما عزیزان لطف کنم آیتم مهمتر نشون بدیم که چقدر مدیران ارشد مدیران میانی مدیر ارشد چگونه حمایت کردن از این فرآیند با همین یه نمونه از عکسی که تو جلسات حضور داشتین خودش بیانگر اینه که شما بالاخره وقت گذاشتین یه صبح هست از این بحث اصلا حمایت کردین ما حالا به صور مختلف هزینه کردیم وقت گذاشتیم بودجه اختصاص دادیم و نیرو گذاشتیم برای این کار اما یه مطلب بسیار بسیار حساس فیدبک ریپورتی که داده شده سال گذشته از گروه سایپا حتما دوستان باید این منتشر شده؟ بله بابا روی پورتال تعالی سازمان رو پورتال چند نفر خوندم؟ یه اونم با تردید پورتال پایده داره سیستم الکترونیک کار ساده کرده سند آن یاد ما راحت میشه ولی از اون برد آره، مزیگرانی نه، همه حالا، من خواهش میکنم این رو حتما مال هر تیمی رو کاغذی بدین دستشون امضا ببینید که آقا این حوزه بهبود شماست بالاخره الان یه برنامه رو شما وقت دارید تا یه دو هفته سه هفته اینو بیارید اون کاری که قبلا کردیم مرتبط کنیم
پروژه‌ای که قبلا تعریف کردیم بگین آقا پروژه برای این سه توزیع بهبوده. لینک ایجاد کنیم، حالا دو تاش انتخاب کنیم، یه دونه از موضوعات بهبود انتخاب کنیم. یعنی بیارید تو برنامه به اصطلاح حوزه بهبود تحت پروژه بهبودی که تعریف شده. پس ما خواهش می‌کنم هر کسی که جداگانه کاغذیشون ببین و اطمینان پیدا کنیم که اونها به دستشون رسیده و به اصطلاح تحت کنترل. پس یکی از مواردی که سوال میشه اینه که برای اون پروژه‌ای برای حوزه بهبودی که ارزیابی شده از بیرون سازمان چه اقدامی کرده؟ شما هم با توجه به پروژه‌های موجودتون اینا رو زیر مجموعه یکی از اونها قرار بدین که به اون رفت داشته باشه. تیم اتحادیه کمک میده در این هم به اصطلاح تعریف و به اصطلاح خوروندن این حوزه بهبود به اون پروژه ها. یه جوری کمک میده که اتفاق بیفته. خیلی ممنون تیم فرآیند فرمود. تیم فرآیند خیلی مهمه چون در تمام بخش های فرآیند وجود داره و باید شما بتونید این یک پارچگی رو اثبات خیلی محکم و اساسی رو فرمایید تا چهار و پنج. بسم الله الرحمن الرحیم. روی کردی که در بنیاد پنج الف دوستان اتخاذ کردن در بستر تدوینش یک روی کرد مطبق و منطق رادار بود. اون چی که وجود داشته در شرکت فاستوپ رو پروژه بود تحت عنوان پروژه بی پی ام و بعد از اون پروژه بی پی آی که در سال 85 انجام شده. مطابق اون منطق اومدن ارزیابی کردن از شرایط موجود شرکت مدی فعالیت و اکتیویتی هاشو در قالب 300 فرآیند که نمیشه گفت در قالب 300 مجموعه عملیاتی طراحی شده. اما تا اونجایی که اطلاع از داریم این هیچ وقت جاری نشده در سطح سازمان که سیستم اوراکل هیچ وقت در سطح سازمان جاری نشده و گویا به علت مشکلاتی که در جهت اجراییش عمل قابلیت اجرایی هم نداشته. یکی از خواهشایی که ما داریم اینه در هنگامی که میگن در ارزیابی قطعا این را از شما خواهم پرسید که بی پی ام و بی پی آی شما چه مشکلی داشت. اگر واقعا مشکلی وجود داشته باشه اینجا شما اشاره بفرمایید. ما خواهش می‌کنیم که از دوستان در بخش آی تی که این فایل‌ها رو دوباره در بسیار سیستم نصب کنن که شما حداقل یک مروری داشته باشید. هارد کپی‌هاش هم موجود، یعنی فایل‌های پی دی افش هم موجود هستش. در صورت که تمایل داشته باشید ممکن فایل‌ها رو خدمتتون تقدیم کنم. بر اساس اون چیزی که رویکردی که جاری شده بود و حالا بازبینی‌هایی که اظهار شده در اظهارنامه که صورت گرفته اقدام شده به طراحی یک سیستم فرآیندی جدید. تا اونجایی که همین الان در شرکت پاسپورت رو وجود داشت ما چند سیستم داریم. یک سیستم NPMS هست، بعد در اساس اون SPR هستش، بالا SPR رو اومدیم سیستم های NES داریم، علاوه یه سری سیستم های مالی و اداری داریم که تحت اینفومیکس داره رام میشه. اینا همه به صورت سیستم دیده شده. اما یک مجموعه یک پارچه‌ای که اینها رو جمع بکنه در هم در قالب یک پروسس مپ بشه دید وجود نداره. اون چیزی که در سیستم ها روش ها در سال 87 طراحی شده و در اظهارنامه هم اظهار شده و الان در پورتال هم در اطلاع آگاهی دوستان نصب شده همین نقشه پروسس مپی هستش که قرار داده شده. ما اینو به عنوان یک رویکرد بهبود ناشی از ارزیابی ای پی ام و بی پی آی اظهار کردیم. منطقمون هم بر اساس منطق ای پی کیو سی هستش، American Productivity and Quality Center. این شرکت انجمن اومده و یک چارچوب فرایندی بر مبتنی بر 12 طبقه فرایندی تعریف کرده، کاملا فرایند قوی هستش، اختصاصی برای OEM های صنعت خودرو هم طراحی شده، ورژنی که در 2008 ریلیز کرده، این در دسترس هستش. بر اساس اون هم این به اصطلاح پروسس مپ ترسیم شده که اینو تا چند سطح خوردم کرده، یعنی شما میتونید حتی پروسس های ریزتون هم اونجا پیدا بکنید. بسید این پروسس ها الان ما یه سری پروسس های اصلی هست، توسعه خودرو جدید، توسعه خودرو خودرو و لوجستیک و بازاریابی فروش محصولات و خدمات و پروسه بسیار توسعه چشمانداز ها و استراتژی های سازمان و اون پروژه های همکارش و یک سری هم پروسه های پشتیبانی هستش مثل مدیریت تکنولوژی آی تی آی اس، پروژه مدیریت منابع مالی. منطقی که منطقی که همه چی شرکت شما میگید ببین منطقی خیلی دور از ذهن نیست. خواهش که ما در حدارت در این 10 روز آینده این رو به عنوان یک پروسس مپ مورد قبولتون بپذیرید، یعنی از ارزیاب هم که اومد شما نگید که این پروسس مپ نیستش که ما قبولش داریم. حالا حداقل فعلا باشه تا بعد بیم راجعش با هم دیگه به اصطلاح بحث بکنیم و انشاءالله جانش بکنیم.
عرض به خدمتتون که حالا اون رو عرض کردم خدمتتون. اون چیزی که همراه با این ریلیز میشه که در سه تا آیتم ما رفتش تهیه کردیم. در حوزه مالی، منابع انسانی و بازرگانی. و به صورت پایلوت تهیه شده خدمت دوستان هم فکرم ارائه شده. حالا اگر هم نشده باشه باز ما مجددا خدمتتون روز شنبه ارسال میکنیم. یک دک بله. بازرگانی فروش. در حوزه فروش منابع انسانی و مالی هست. یک کتابچه فرایند هستش. توی این کتابچه فرایند تمام طبقه این طبقه فرایندی خوب شده تو سطح گروه های فرایندی شده از این پروسس ها شده. این رو دوستان مال حوزه مالی منابع انسانی شده اینجا الان تهیه کردن و بودن. در کنار این تماما شناسنامه فرایند تو سطح فرایند های لیست حداقل برای حوزه منابع انسانی کاملا مشهود است که هر فرایندی چه ورودی ها داره، چه این پود، چه آرپود، چه شاخص های کنترلی داره. ما این چیزی که اظهار کردیم این نیست که این تصویر شده در سازمان جاری شده. ما داریم این رو به معنی درفت اظهار شده که بسیار تحدید واحد ها شده. واحد ها در حال بررسی هستن نظراتشون رو اعلام بکنن بعدم اصلاح میشه. به این خاطر هم ازش ما نمیخوام بسیار یه اظهار ناصحیحی کرده باشه بگیم که وجود داره. توی حوزه بسیار تولید هم پروسه‌هایی که همین الان در کار بسیار پروسه‌ای که رم از رمافش رو داریم و نیسان همون رو به عنوان پروسه اجرا به اصطلاح اعلام کرده. خواهش ما فقط همین هست که شما دوستان بفهمید که پروسهاتون خودتون اونراش هستید، شاخص‌های عملکردیش این چیزهایی رو که وجود داره بیان بفهمید که تعداد زیادی شاخص عملکردی شما اعلام کردن قاعدتا بس شاخص‌های فرآیندتون تحت کنترل ما هستش. این شاخص‌ها رو اعلام بفرمایید و بعد از اون البته ما نمی‌خوایم جامعیت یک پارچگیش رو نشون بدیم و همین جایی به عنوان نقطه بهبود برای سازمان پاسپورت رو اعلام می‌کنیم. خودمون هم قبول داریم که تو معیار 5 از همین جا ما نقطه بهبود خواهیم داشت. انتظار هم به تبع نداریم که توجه عدم جامعیتش نمره بالایی رو بگیریم ولی باز هم اینو قبول داریم که اقدامات صورت گرفته. جاری سازی به سطحی داریم می‌خوام اعلام کنم. اظهار ما در این حد هست. مورد دیگه که یه مقدار مورد بسیار مهمی هستش و مورد کل سازمان هستش مورد پروژه های بهبود هست. تو معیار 5B تأکیدشون و تمرکزشون بر بهبودهایی هستش که از